شما یه هم خوب است که این فرصت چند بارا برام میشه. واقعا خوشتون عزیزم شما. فرمسیم شما. جناب خانم صاحب، در مورد طالبان عمل کرد و رفتار برخوردهای غرب در تناقض است، البته در جریان انکشافات سیاسی اخیر دید. میخوایم از شما بفهمیم که هدف غرب در این مورد چی است؟ یوسفی صاحب، تعریفی که ما از طالب داریم، طالب ها یک پدیده ابزاری است که در امتداد استراتژی های بیرون از افغانستان ایجاد شده. دیدگاه برخی از کشورهای غربی هم به طالب‌ها یک دیدگاه ابزاری است. گویا تصور میشه که ما از طریق استفاده از این ابزار ما میتونیم با بی‌ثبات سازی اوضاع در منطقه در بخشی از کشورها و بخشی از اهداف میتونیم برسیم. مثل اینکه در آغاز ایجاد طالب‌ها هم همین تفکر بود. مثلا کشور همسایه ما پاکستان عمدترین بهره و استفاده از طالبان بردن. با عنوان مثال حمایت از طالبان، تجهیز و تربیت طالبان و بی‌ثبات ساختن اوضاع در داخل خود افغانستان، طوری نشان دادن پاکستانی ها که اگر حکومت پاکستان مورد حمایت قرار نگیره، طالب و پدیده تروریسم و اکستریمیسم خود تهدیدی در منطقه هست و از این طریق اینا تانستن استفاده بکنن. بعضی ها تصور میکنن که طالب ناشی از ناملایمات اوضاع اجتماعی در افغانستان است که من جدا با این مفکوره مخالف هستم. طالب یک ابزاری است که ایجاد شد. البته نمیخوایم همه طالب ها را عنوان کنیم. ما همیشه عنوان کردیم که صنف ایدئولوژ، بخش نظامی و رهبری طالب ها که بس مبنای یک ایدئولوژی عمل میکنن یک طرف قضیه است. 80% کسایی که به دلایل اقتصادی، به دلایل امنیتی و به دلایل مختلف در این صف قرار گرفتن، حساب از اینا جداست. میشه با اینا کنار آمد، میشه اینا را اقناع ساخت، میشه اینا را شامل پروسه و شامل نظام ساخت. من تصور میکنم که اقتداد با توجه با بعضی بازی هایی که در منطقه وجود دارند، سلاح‌های استوی، بی‌ثبات سازی بخش از اوضاع در بخش از مناطق و منطقه وسط کل، با طالب یک استفاده ابزاری صورت می‌گیرد که خود اشتباه است. ما بارها عنوان کردیم که تجربه نشان داد که طالب ها وقتی ضعیف باشن ابزار خوبی هستن، وقتی قدرت پیدا کنن از کنترل بیرون میشن و این تجربه دو بار و سه بار است که در طی 10-15 سال گذشته این به نمایش گذاشته شده. بازیگر اصلی در این قضیه خانم یوسفی پاکستان. بعضی دوستان ما وقتی میشنون که اینا میگن که یکی از اشتباهات در کنفرانس بن این بود که طالبان در حضور نداشت، و ما گاهی هم تعجب میکنم که این تحلیل سطحی در این مورد واقعا خنده‌آور است. تصور ما ایست که مشکل اساسی در اشتباهی بود که دوستای امریکایی ما با پاکستانی ها انجام دادن. پس از پروسه بن که دیگه طالبان در افغانستان صفر شده بودن، حداقل در افغانستان حضور نداشتن، قضیه به شکل آمد که پاکستانی ها بسیار قشنگ بازی کردن. بازی پاکستان به این بود که به همراه امریکایی ها وارد یک تعامل شدن، اعلام آمادگی کردن که سران القاعده را آماده استن با امریکایی ها همکاری داشته باشن و امریکا تنها بال غیر افغانی القاعده را برای خود تهدید تلقی کردن و از این طریق وارد یک تعامل با پاکستان شدن و پاکستان امتیاز دادن تا به سازماندهی مجدد گروپ های طالب ها اقدام کنند، در بدل ای که در دستگیری سران القاعده که دوستای امریکایی ما تنها او بخش را برای خود تهدید فکر میکردن وارد تعاملاتی شده. این چانس مجدد سازماندهی و ایجاد دوباره طالب ها را در اختیار پاکستان قرار داد و تازه امروز به نقطه رسیدیم که ما فکر میکنیم همه متوجه شدن که در آغاز اشتباه. در اواخر ما متوجه هستیم که تضادها و تقابلات اندیشوی و لفظی بین امریکا و کابل البته از طرف ارگ صورت میپذیره. از دید شما آیا این تقابلات تکتیک سیاسی است یا میتونیم یک توجیه دیگه داشته باشیم؟ دو نقطه قابل تذکر از این مورد. یکی است که میتونم بگم که اظهاراتی را که جناب آقای کرزی در این مورد داشتن، این پالیسی کل نظام نیست.
ولی زیک مطابق قانون اساسی افغانستان خطوط اساسی سیاست کشور باید به تصویب شورای ملی افغانستان برسه. متاسفانه در افغانستان طوری است که پالیسی مطابق قانون اساسی تدوین نمیشه. با این خاطر است که هر روز یک تغییر و تحول را ما در ارتباط با قضایا و موزیگیری های افغانستان خصوصا فرد اول کشور میبینیم. از این نقطه نظر بلی تصور ما هم در آغاز این بود که شاید یک سلسله عکس العمل های تکتیکی وجود داشته باشه. متاسفانه من فکر میکنم که یک ذهنیت جدید در ارض در افغانستان شکل گرفته و اویست که ظاهرا فاصله گرفتن از غرب و نزدیک شدن به کشورهای منطقه این تلقی شده که ای بنفع است و عامل از این هم ایست که امروزه متاسفانه در اطراف ارگ شخصیت های وجود دارند که عمدتا با بک‌گراند های یا متعلق با یکی از احزاب قبلی یا با جریان طالب ها یا با افکار خاص قومی حالتی را به وجود آوردن که تاثیرگذاری دارن بالای ذهنیت شخص رئیس جمهور افغانستان و در یک حالت خاص روانی اینا را قرار دادن و ما میبینیم که شاهد یک التهاب های در اظهارات و در مد و جزر های هستیم. تصور ما ایست که بهترین راه برای حل این قضیه ایست که خطوط اساسی سیاست کشور برای اینکه از ثبات برخوردار باشه با اساس یک تأمل و مصلحت اساس گذاشته شود، باید تصویب شورای ملی افغانستان بگیره که بعد از او تغییر و تحول از آنی و زیر به اصطلاح تلقینات صورت نگیره، بلکه بر اساس پرنسیپ ها در تمامی کشورها چنین است. پالیسی ها مشخص میشه، ساخته میشه. آیا از دید شما اشتراک اعضای حزب اسلامی در دولت افغانستان قابل قبول و تحمل و پذیرش است؟ ذهن ما ایست که متاسفانه فعلا افغانستان با یک مشکل جدی جنگ روبروست، جنگی که دلیل و انگیزه منطقی نداره برای دوام جنگ در افغانستان. برای حل از این قضیه باید راه ها و طرق باید جستجو شود. اما دو چیز در این باید مبنای هر نوع تصمیم گیری و موضع گیری ما باشه. نخواست قانون اساسی افغانستان، دوم پروسی را که 8 سال قبل از امروز ما آغاز کردیم و در این اجماع ملی و اجماع بین المللی وجود داشت. این پروسه نباید به عقب برمیگرده، بلکه این پروسه باید پیش بره. و این صورت تصور ما ایست که اگر دوستای از حزب اسلامی مطابق با قانون اساسی در چوکات قانون اساسی افغانستان نظام را میپذیرند، قانون اساسی افغانستان را میپذیرند، سلاح را به زمین میگذارند و میان مثل بقیه مجاهدین افغانستان زندگی مسالمت آمیز را در چوکات قانون آغاز میکنند، دروازه برای خشان باز است، بیان بپذیرند. اینا شامل پروسه شود. ما نباید پروسه را به اصطلاح قربانی مصالحه و قربانی جریان های دیگه بسازیم. هر جریانی که میاد باید در چوکات پروسه و مطابق قانون اساسی افغانستان بیاید. و اعتقاد شخصی من ایست که ما اگر رقابت های تسلیحاتی و جنگی در افغانستان را به رقابت های سیاسی تبدیل بکنیم، این راهی برای پیشرفت و توسعه بر افغانستان است. ما بارها عنوان کردیم طالب ها حالا میگذاریم نسبت به گذشته، اگر ما با آینده نگاه داشته باشیم، هر کسی که میخواد از مصالحه استفاده کنه، از قانون مصالحه استفاده کنه، صلاح خود را به زمین بگذارن، قانون اساسی را بپذیرن و در چوکات نظام بیاین وارد عمل شون، حزب سیاسی بسازن، اندیشه های خود، مفکوره های خود، هر قرائت دینی را که اینا دارن و مردم افغانستان مطرح بسازن، در پایان مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفت. این یک مقدار انسانی تر هست، ملی تر است نسبت به این که ما هر چیز از میله تفنگ صحبت بکنیم و این کشور جنگ زده را بیشتر از چیزی که هست و ایران بسازیم. از این نقطه نظر چیزی که پرنسیپی که پیش ما زیاد جدی هست و ایست که قانون اساسی و پروسی که آغاز شده در چوکات از این میتونند بیان به این پروسه شده بشه. اکثر اشخاص ناقصین حقوق بشر هستن، مصالحه و آشتی با اونا هم از دید شما اشکال نداره؟ بدون شک اشکال داره. وقتی ما مصالحه میگیم، وقتی قانون اساسی افغانستان میگیم، برای همه این موارد، کسایی که در جنایات جنگی و بقیه چیزی که شما اشاره کردین، شامل از اونا نمیشه. مصالحه بر کسایی که باز هم در چوکات قانون اساسی و قانون مصالحه ملی بر از اونا چانس داده، هدف ما مصالحه با اونا هست، نه کسایی که شما به اونا اشاره دارید.